سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درود ویژه تر طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 27 تیر ماه ایرانی برابر با 18 ژوئیه یا جولای 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب در غیاب مطبوعات چاپ تهران. البته یک نگاه خیلی کوتاه به برخی از روزنامه‌های دیروز خواهم داشت، چرا که موضوعاتی که امروز مطرح بوده بعضاً در روزنامه‌های دیروز با خوانش‌های مختلف منتشر شده بوده. خب امروز روز عید قدیر هست که در آیین تشیع از جایگاه بالایی برخوردار هستش، روزی که شیعیان معتقد هستند که امام اول شیعیان یعنی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام ایشان در واقع اولین امام هستش و در واقع خلیفه و امام و همه چیز ایشون هست، چرا که در شیوه انتخابی از سوی پیامبر مسلمین برگزیده شد و این خب محل نزاع تاریخی بین دین پژوهان در آیین تشیع و تسنن هستش که از عهده این جانب خارج هست در بررسی حقانیت این ماجرا به مثابه برخی از میراث تمدنی در روزگار گذشته این رو میذاریم. اما دیدم که اتفاقا کوتاه میخوام اشاره کنم برخی از روزنامه‌های یک شنبه دیروز یعنی برای استقبال امروز سفارایی شده بودند. شما الان میبینید روزنامه جام جم و برخی دیگر از روزنامه‌ها که با بار ایدئولوژیک سفارایی شده بودند و معناهای ذهنی آیین تشیع رو برجسته می‌داشتند، مثل شهرارا از شور شهر در جشن ولایت میگفت، یا روزنامه جام جم رو میبینیم که با عبارتی تحت عنوان به غایبان برسانید اشاره به اون روز مهم به تعبیری برانگیخته شدن یا انتخاب علی توسط محمد پیامبر مسلمین به امامت شیعیان اشاره کرد. در همین راستا نظر به این که مقامات جمهوری اسلامی مشخصا کلیت جمهوری اسلامی تلاش دارد در یک بازآفرینی تاریخی، در یک همترازسازی، وزن آفرینی و همسنگرایی نوعی وزن خودشون رو به نحوی از آنها تلاش دارند که به امام اول شیعیان منتسب کنند. در این رابطه مشخص می دیدم که رسانه های دستراستی همواره اظهارات آقای خامنه ای رو در رابطه با فلسفه عید قدیر، عید قدیر به تعبیری بررسی میکردن، از عنصر امامت میگفتن و عمدتاً عباراتشون تأکیدی نرم و نهان بر امام بودن خیش در عصر هست. اینا معتقدن که در عصر غایب در واقع نقش امام علی رو به عنوان نایب امام دوازدهم ولی مطلقه فقیه اعمال میکنند، حتی از عبارت ولایت هم استفاده کرده بود. خیلی کوتاه مایلمون رو ببینیم برگردیم به ادامه مطالب. امروز روزی است که دشمنان کفار از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن رو مایوس کرد؟ چیه اون قضیه؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی، قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی. اون قاعده چیست؟ قاعده امامت، قاعده ولایت. خب گوشه از اظهارات آقای خامنه‌ای رو میدیدیم که برخی از رسانه‌های دسترسی مثل خبرگزاری فارس و صدا و سیما جمهوری اسلامی در تبیین فلسفه امامت و ولایت برای عید قدیر، همون آیین برگزیده شدن امام اول شیعیان از سوی محمد رسول الله پیامبر مسلمین، در واقع اینها هم تأکید داشتن که ادامه مسیر مدیریت سیاسی در عصر مدرن میبایستی مبتنی بر آموزه‌های همان زمان باشد و تقریبا به نحوی از آنها با خوانش‌های خلاقانه و بعضاً پنهانکارانه مکنونات قلبی رهبر نظام سیاسی جمهوری اسلامی در این مسیر مصرح می شود، مبنی بر این که اساساً مصداقی از امامت و ولایت خود ایشان هستند و باور دارند که جمهوری اسلامی ادامه راه مدیریت سیاسی امامان تشیع و به نحوی از آنها نایب امام دوازدهم هم در روی کره زمین در ایران هستش. نکته دیگری که در همین رابطه بیمیل نیستم به اون اشاره کنم، اهمیت دادن به اعیاد غیر ایرانی است، مثل
عید مشخصا عید قدیر هست، حتی عید قربان هم خب افکار عمومی ایران خیلی مؤانست همه جانبه و فهم گرایانه ای شاید نداشته باشند، چه بسا بخشی از جامعه ایرانی هم علاقه و ارادتی هم داشته باشند. در هر روی عید قربان به نحوی از آنها در بین نسل جدید مسلمین وارد چالش های خاص خودش شده، بحث کشتار حیوانات هستش و مسئله از این دست که یک نقد هایی رو مطرح می کنند. اما جمهوری اسلامی هم در میان اعیاد سگانه فطر که عید رمضان باشه در برخی از کشورهای مسلمان و عید قربان، به عید قدیر که از قضا در خیلی از کشورهای مسلمان توجه لازم نمیشه، اینها این عید رو بسیار مهمتر میدونن، چرا که در راستای تئوریزه سازی، نهادینه سازی آموزه های فقه سیاسی نیز به اینها کمک میکند و در صدد آنن که به نحوی از آنها فرهنگ آفرینی برای این مناسبت کنند. گزارشی رو میدیدم که کافی شاپ رایگانی رو احداث کرده بودن برای این روز و یک گزارشگر جوانی میامد گزارش میداد و حتی از محتوا، از غذایی که داده میشد پولی که نمیگیرند، مسئله از این دست. اینم خیلی کوتاه ببینیم که جمهوری اسلامی برای گسترش آموزه های فقه سیاسی دست به چه عملکردهایی میزنه. یا ثقیل کوثر مولانا علی، یا ثقیل کوثر مولانا علی، علی علی مولا مولانا علی، علی علی مولا. کافه قدیر جاییه که مهمونای آقا امیرالمومنین تو روز عید قدیر تشریف میارن، سر میزا میشینن و منوی بهشون داده میشه و با آب میوه های خنک و شربت های خنک ازشون پذیرایی میشه. به قول یه تیم بازاریاب داریم که غیر از مذهبی ها و کسایی که رهگذر هستن اصلا دستچین میکنن. میخوام که نوکرش باشم، غلام غنبرش باشم، با علی با علی با علی تا آخرش. خب گوشه از یک گزارشی رو میدیدیم که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به مناسبت عید قدیر در ایران، عید که آیین تشیع باور دارن، به این عنوان که امام اول شیعیان از سوی پیامبر مسلمین برگزیده شد و در حقانیت ایشان تاکید دارند، نهادهای دست اندرکار و صاحب مال و زینفوذ و صاحب جاه و قدرت همگی تلاش دارند به نحوی از آنها، یعنی سالیانی این تلاش رو داشتند که عید قدیر رو که همون گونه که اشاره کردم به نحوی از آنها مشروعیت بخشی حد اکثری رو برای فقهای جمهوری اسلامی ایجاد میکند، سعی دارند به مثابه عید اول در جامعه ایران جایگزین کنن. حتی بسیار تلاش کردن که به عنوان عید نوروز اون رو بنشونن که طبیعتا به علت فربهی بار فرهنگی میراث تمدنی نوروز هیچگاه فقیهان حاکم علی‌رغم همه تلاش چهار دهه خودشون در این راستا موفق نشدن و از قضا ما شاهد آن هستیم که نسل جدید حتی رویگردانی ها هم میکنند و باور مفهومی به اعیاد غیر ملی ندارد. خب خبرها و نظرها رو من دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. کماکان سفر آقای بایدن به عربستان سعودی بر صدر بسیاری از رسانه ها جای داشته، در همه خبرها هم همین موضوع مطرح بوده، اما بیمیل نیستم اشاره داشته باشم به روزنامه هایی که عمدتاً در دو طیف ماجرا، یعنی چه روزنامه های دست راستی و چه روزنامه های دست چپی که خب اساساً در حوزه سیاست خارجه به این شیوه، یعنی بایدن از تل آویو به ریاض برود، بار امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی پیدا می کند و اساساً امکان این که بتوانند با ارائه و انتشار مطالب تحلیلی آزادانه به گردش اطلاع رسانی کمک کنند خب ندارن، چرا که گفتم بار امنیتی پیدا میکنند. بدین روی بوده که میدیدم هر دو سوی روزنامه ها به نحوی از آنها از این موضوع، یعنی سفر آقای بایدن، سعی داشتن که اون رو کوچک شماری کنند، تقلیل انگاری کنند، به مسائل حاشیه‌ای بپردازن که مثلا سلمان دست نداد به فلانی، درست دست نداد، مسائلی که به نحوی از آنها بیشتر خوراک داخلی برای خود جمهوری اسلامی داره تا افکار عمومی ایران رو از اجماع کشورهای مختلف منطقه‌ای علیه سیاست‌های ستیزجویانه جمهوری اسلامی تا حدودی دور کنند. مثلا می‌بینیم روزنامه آرمان امروز تحت عنوان سراب جده حتی نتیجه می‌گرفت که سفر بایدن به ضرر اسرائیل و عربستان و به نفع ایران تمام شد. عباراتی خیلی عجیب که خب چنین باورهایی نیستش که من در ادامه برنامه به اون خواهم پرداخت.
روزنامه ابتکار که اون هم یک روزنامه تحول خواه هست، شما رو میبینید دست خالی صهیونیست ها، استقبال سرد سعودی ها. البته چیزی که این جانب در تصویر دیدم استقبال سردی ندیدم. مواردی پیش اومده در رابطه با مقوله روزنامه نگار جان باخته آقای خاشقچی، سخنانی رو آقای بایدن مطرح کرد، اتفاقا آقای بن سلمان هم پاسخ داد که در دنیا مسائلی از این دست صورت میگیرد، ضمن اینکه تقبیح کرد اون عمل رو، ولی پاسخ داد که حالا خوب هست که در این ماجرا پیگیری شده و کسانی بازداشته در رابطه با آن داره تحقیق میشه. اتفاقا من از همین پاسخ آقای بن سلمان بایستی این گونه نتیجه بگیریم که به درستی هم اشاره کرده آقای بایدن که برای قتل آقای خاشقچی که به درستی به لحاظ حقوق بشری انگشت تأکید میگذارد و همه جا مطرح میکند، طبیعتاً قتل‌های مشابه زنجیری در جمهوری اسلامی در پاییز 77 فراموش ناشدنی هستند که فروهرها، پیرزن و پیرمردی که آنگونه سلاخی شدند، کارون حاجی زاده 9 ساله یا زنده یاد مختاری و پوینده و دههای دیگر، اونهایی که حتی بعضا جنازه هاشون هم پیدا نشده، تبخیر شدن با داروهای سدیومی، به تعبیری مسائلی براشون پیش اومده مثل زندیات سعید سیرجانی، این همه رو دیدن و به طور نقطه‌ای و گزینشی برخورد کردن. این پاسخ آقای بن سلمان رو به گمان این جانب میطلبید، هرچند عمل کرده به تعبیر قتل آقای خاشقچی به هیچ زبانی، به هیچ قدمی و به هیچ آب دریایی شسته نخواهد شد، اما برخورد دابل استاندارد و دوگان انگاری مقامات امریکایی برای من جای ابهام داره. در هر روی آن چیزی که بوده دست خالی صهیونیست ها و استقبال سرد سعودی ها این گونه نبوده، همون گونه که من پیشتر هم به اون اشاره کرده بودم، با ورود آقای بایدن به اسرائیل روزنامه ها، رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی بسیار مضطرب شده بودند، اضطرار پیدا کردن، مضطر شدنشون رو کاملا به نمایش میگذاشتن و خیلی هراسیده حال بودن، خاصه جایی که آقای بایدن تأکید کرد که اگر همه گزینه ها در مقوله برجام به بنبست برسه، چه بسا گزینه های نظامی زنده شود که خب به هر روی برای جمهوری اسلامی تأثیر مخربی دارد. برخی دیگری از روزنامه ها رو میدیدم در روز یک شنبه که به نحوی از آنها از رویکرد مثبته، یعنی خیلی دوگانه گرایی هست در رسانه های جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه آزادی بیان به معنای ژورنالیسم کلمه نیست و بیشتر روزنامه ها بار احزاب سیاسی رو به دوش می کشند، دچار خانش هایی خلاف واقع با جهان سیاست می شوند. مثلا شما افکار عمومی رو می بینی که از استقبال بایدن، از نقش بغداد در برقراری گفتگوهای بین عربستان و ایران سخن می گوید، اما می دیدم روزنامه دیگری که مثلا از مثل روزنامه مردم سالاری از لفاظی بایدن درباره ایران در جده میگفت و معتقد بود که آمریکا و عربستان علیه ایران موضع گرفتن. در هر روی مواضع سیاسی بسیاری از این روزنامه ها ناهمسو بوده. من بیش از این روی روزنامه های دیروز نمیخوام متمرکز بشم، میخوام چند تا خبر حسی رو با هم مرور کنیم که موج جدیدی از اجماع گفتمانی از سوی مقامات کمتر شناسنامه دار و رسمی اما زینفوز، مثل آقای دکتر خرازی، مثل دکتر محمد جواد لاریجانی، هر دوتاشون تهدید کردن که اصلا در آستانه توانمندی های تولید بمب اتمی و هسته‌ای هستن و اینها خب مفاهیم خاص خودش رو داره. دیدم صدا و سیما همون رو پوشش داده بود. محمد جواد لاریجانی که اساساً در مقوله شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخن میگفت، معتقد بود که اگر بخواهیم کسی نمیتواند از دستیابی من به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنه. در اون نشست بیان این مطلب از یک سو و اظهارات آقای خرازی چیزی در همین زمینه در سوی دیگر کاملا هدفمند و معطوف به معنا و ارسال پیام مشخص به این نشسته های منطقه‌ای بوده. لاریجانی خب دیپلمات اسبق ایرانی هستش، معاون سابق بین‌الملل قوه قضاییه بوده، گفته که اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که سلاح هسته‌ای بسازد، کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. جمله خب دیگر کاملا مشهود، ضمن اینکه شرطی هست، باز شرط قابلیت تحقق و تولید رو در بطن متن با خودش حمل می کند. ایشان در گفتگویی که با شبکه 2 تلویزیونی ایران داشتش، با اشاره به سفر بایدن به اسرائیل و تأکید دو کشور بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفته که ایران طبق فتوای رهبری جمهوری اسلامی
اجازه ندارد به دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی باشد، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. خب این که یک فریب فقهی بزرگ هستش که میگویند نمیدونم خامنه‌ای حکم داده. یکی از مزاح‌آمیزترین به تعبیری مصادیق تقیه سیاسی در فقه سیاسی است که اگر کسی واقعا به اظهارات تحریمی یا حرام بودن این موضوع در نظام جمهوری اسلامی باور کند که خب قطعا در عرصه سیاست ورزی بایستی به اندیشه اون تشکیک کرد. ما به دفعات و بارها دیدیم که مردان جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خودشون حتی گفتن که احکام اسلام رو هم میتوان تعطیل کرد. یعنی حتی زمان هاشمی رفسنجانی این رو مطرح میکردن. نظامی که اساسا سازمان مصلحت نظام داره که به تناسب زمان و زمانه میبایستی زبان خاص خود رو انتخاب کنن و به تناسب موقعیت های خاص تقیه ها و تغییر روی کرد های خاص داشته باشن، حالا جمعی بیاین استناد کنند به فتوای خامنه‌ای مبنی بر اینکه چون ایشون گفته که مثلا سلاح کشتار جمعی حرام شرعی است پس اینها تولید نمیخوان. اساسا از روزی که نطفه و بذر و هسته انرژی هسته ای زاده شد در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی رو تاکید میکنم، برای تولید بمب اتم بوده، روی کرد برای تولید بمب اتم بوده، نوعی تقارن زمانی داشته به خاطر مسائل و مصائبی که جنگ 8 ساله بر ایران ایجاد کرده بوده. تمام روی کرد ها معطوف به تولید سلاح هستی بود. اگر نمی بود که اصلا غنی‌سازی 60% چه معنا میدهد؟ غنی‌سازی 90% که الان ادعا کرد آقای خرازی چه معنا میدهد؟ حتی روزنامه مردم سالاری رو میدیدم که مدعی شده بود که روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران علی اکبر صالحی رو تهدید کرد و از انتشار شایعه دستگیری دولت مردان سابق گفته که آقای صالحی یکی از اونها بوده. در هر صورت همون گونه که اشاره کردم ساعاتی پیش از اظهارات آقای محمد جواد لاریجانی، کمال خرازی مشاور ارشد رهبری ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم گفته بود که ایران قادر است تنها ظرف چند روز سطح غنی‌سازی اورانیوم رو به 90% افزایش دهد و از توانایی فنی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار است. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز محتملاً آگاه هستید، گزارش های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تاکنون در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و اگر به سطح 90% برساند قابلیت تولید بمب هسته‌ای رو خواهد داشت. بر اساس تازه‌ترین گزارش محرمانه این نهاد بین‌المللی که روز 18 تیر ماه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، جمهوری اسلامی استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات اتمی فوردو رو آغاز کرده و در صدد است تا غنی‌سازی اورانیوم رو تشدید کند و این در حالی است که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای عملاً به نتیجه‌ای نرسیده. خب خبرها و نظرها رو از حوزه پرستیز هسته‌ای دورتر می‌کنیم، باز برمیگردیم به حوزه دیپلماسی منطقه‌ای. جدایی از آمد و شد آقای بایدن از تل آویو، انتخاب اول تل آویو سپس ریاض بوده، اما همزمان در یک دو قطبی سازی انگاره‌ای و انگاره دو قطبی گرایی از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، آمدن آقای پوتین به تهران و همزمان داشتن یک دیدار جداگانه پوتین اردوغان به مثابه یک قطب جدید منطقه‌ای است که جمهوری اسلامی خود رو ذیل آن و ذل آن یعنی زیر سایه آن تعریف میکنه، تا به اصطلاح خودشون اگر اسرائیل، امریکا، عربستان یک سفارایی در سوی دیگر دارند، این هم برای خودشون یک سفارایی دیگر دارند، با این تفاوت که خب همه شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که اساسا روس‌ها به لحاظ تاریخی نه تنها دوستی با دولت‌ها و مقامات کشور ایران در همه سطوح، یعنی حتی عهد پهلوی میتونم بگم، نه تنها دوستی نداشتن، اساسا به مثابه یعنی تاریخی هم نگاه کنیم به مثابه یک دشمن بذاته و بالقوه کشور ایران هستن، تا از اینکه بخوایم بگیم نظام. حالا نظام جمهوری اسلامی که تمام قد اونقدر ضعیف شده که بارها اشاره کردم، در منطقه ای که نظام مرکزی جمهوری اسلامی هر روز ضعیف‌تر شده، طبیعتاً انتظار مساعدت از سوی روس و چین نخواهد رفت. هرچند دیدم در یکی از روزنامه‌ها که چین به سفر منطقه‌ای بایدن به ریاض نوعی واکنش نشان داده بود، مرتوجهی که از روزنامه‌ها واقع شده بود، گفته بود که خاورمیانه مثلا حیات خلوت کسی نیست.
عملا وقت من به انتها رسیده، اما کماکان بیمیل نبودم به برخی از خانش‌ها رو خیلی کوتاه، یعنی کمتر از دقیقه من بتونم بیان کنم، چرا که بعضی وقتا انتخاب واژگان در برخی از روزنامه‌ها حول رویدادهای مشخص نشانگر سیاست‌های معناداری هستش. مثلا شما رو می‌بینید درماندگان، یا می‌بینید گزارشی تحت عنوان متوهمان، یا روزنامه تجارت آلزایمر سیاسی. خیلی تلاش داشتن به لحاظ سن و سال، به لحاظ شخصیت آقای بایدن ایشون رو زیر سوال ببرن، حتی کیهانم همینطور، صدا و سیما هم همینطور، روزنامه‌های سایبری، رسانه‌های سایبری دیگر هم همینطور تلاش داشتن که ایشون رو متهم کنن به مقوله ناتوانی جسمی، مثلا سنش بالاست، مثلا ناتوان هستش، متوهم شده، آلزایمر گرفته. حالا همزمان خیلی جالبه، من در آخرین برنامه به آخرین مطلب به این اشاره کنم، خیلی از روزنامه هم دیدم با ذوق و شوق، مخصوصا روزنامه های دستراسی دیروز مثل کیهان و جوان و اینها، از انتصاب آقای جنتی گفته بودن، از قضا مورد واکنش بسیاری از شهروندان ایرانی در شهر شبکه ها هم شده بوده. جنتی 95 ساله مجدد منصوب میشه همراه با 3 فقیه دیگر به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان، ایشون هم که خب دبیر شورای نگهبان هستش، ایشون مدت های مدیدی سالان که اصلا به علت ناتوانی جسمی و عدم کنترل لازم بر برخی از مسائل مبنایی ارگانی خودش که من نمیتونم بیان کنم، حتی امام جماعت تهران رو هم بر عهده ندارن، ایشون مجدد شده رئیس شورای نگهبان. و این دوگان انگاری که میگویم جمهوری اسلامی در تمام حوزه ها ارزش های دوگانه رو به نفع خیش مصادره میکند، یکیش همینه. در کشور خودش انگار قحط و رجال شده، نزدیک به 40 سال یک شخص دبیر شورای نگهبان هست با 95 سال سن. حالا رئیس جمهور آمریکا کمی سن دارد و سال خورده هست، یا مثلا حرکتی در حاشیه ایجاد شده، تمام موضوعات سیاسی منطقه‌ای که میبایستی به آن بپردازن که شما وضعیت اقتصادیتون چه هست، دلار در چه وضعیته، معیشت در چه وضعیته، دو قطبی حجاب و تنافر اجتماعی در چه وضعیته، تمام رسانه‌ها دغدغه‌شون این شده که مثلا آلزایمر سیاسی، متوهم، درست دست ندادن و مسائلی کاملا حاشیه‌ای و بی ارتباط. اما احمد جنتی 95 ساله به عنوان دبیر شورای نگهبان مجدد منصوب می شود و این رو به مثابه یک ضد ارزش در مقوله سن نمی بینند، جایی که هاشمی رفسنجانی رو به خاطر بالا بودن سن از تایید شدن برای ریاست جمهوری منع کرده بودند. حالا از اینکه چرا مجدد آقای خامنه‌ای آقای جنتی رو انتخاب کرد، قطعا تحلیل های زیادی داره که فرصت من به انتها رسیده، ولی خیلی مایل بودم خیلی کوتاه اشاره کنم که نظام هایی که هر روز مبتنی بر آموزه ها و آرمان ها و ایدئولوژی های حلقسان مافیا سالار پیش می روند، میزان اعتماد در تکثیر و رویش اشخاص مختلف بسیار پایین می آید و مثل احزاب کمونیستی در برخی از کشورهای مثل کره شمالی و اینها ناگزیر قائم به اشخاص تمام معتمد در طول سالیان می شود، که نمونه آن رو در انتصاب پیاپی آقای جنتی تا مرز 100 سالگی شاهد آن هستیم. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.